سلام، به برنامه داود سلطان زوی خوش آمدید. اولتر از همه نسبت به ولود روز عاشورا تسلیت خدا به همه مسلمانان جهان تقدیم میکنم و مخصوصا به بازماندگان کسانی که امروز جانهای خود را در حوادث اسفناک کابل، مزار شریف و قندار از دست دادن تسلیت عمیق خود تقدیم میکنم. کنفرانس بن بعد از 10 سال بار دوم، آیا اشتباهی 10 سال قبل باز تکرار کردیم؟ آیا از او اشتباهات آموخته بودیم؟ آیا محتویات از این کنفرانس یک کنفرانس با محتوا ساخت یا نه؟ همچنان سوالات زیاد دیگه وجود داره، مثلا در مورد ای که مشکلاتی که در 10 سال داشتیم، انتقادات زیاد در مورد حکومت داری، در مورد دولت داری، در مورد اشتباهات جامعه جهانی و بالاخره دستاوردهایی که بوده. با وجود که دستاوردها زیاد بود، با وجود که دستاوردها قابل ذکر بود، اما اشتباهات و مشکلات عدیده که در سر راه مردم افغانستان، دولت افغانستان و جامعه جهانی قرار داشت، مخصوصا در رأس از اون مشکلات چند مشکل عمده از قبیل فساد اداری، از قبیل بی‌قانونی، نبودن حکومت قانون و بی‌عدالتی در رأس همه موضوعات، حتی دستاوردهای بسیار قابل ذکر هم تحت شعاع قرار داد. و همچنان اگر دقیق شویم و عمیق‌تر فکر بکنیم، در 10 سال که گذشت افغانستان از یک موقعیتی که حاکمیت ملی افغانستان قابل سوال بود، در یک موقعیت قرار گرفته که دارای اردوی ملی، پلیس ملی و امکانات دیگه که میتونه حاکمیت ملی افغانستان در سالهای آینده تضمین بکنه برخوردار شد و همچنان دسایسی که در منطقه بر ضد حاکمیت ملی افغانستان و موجودیت افغانستان من یک مملکت مستقل و همتا در منطقه جریان داشت، این توطئه ها روز به روز چهره های خود را برملا ساخت و امروز در کنفرانس بن ما دیدیم که حتی کسانی که باید تعهد میدادند در ثبات افغانستان حساب بگیرند و حساب ده باشند، یک تعدادشان در اون کنفرانس یا حاضر نشدند یا اگر حاضر شدند با انتقادات و بهانه های کنفرانس در یک حاشیه‌اش مشکلات دیگه به وجود میخواستند بیارند. برای از که موضوعات و موضوعات عدیده دیگه را بحث بکنیم، مهمانان عزیز خود خوش آمدید میگیم، آقای داود مرادیان کارشناس امور سیاسی و آقای شریفی همچنان کارشناس امور سیاسی و هر دویشان در موضوعات بین المللی هم تجارب زیادی دارن و در میرشته مسئولیت های هم داشتن. خوش آمدید میگم شما را. آقای مرادیان، با وجود که بسیار راجع به کنفرانس بن ماها و هفته ها صحبت ها شد و بسیار به اصطلاح روزمره دنگ و دول زیاد بود، اما بسیار سامانه زیاد و محتوا بسیار ضعیف و حتی جامعه جهانی عموم مبالغی را که دولت افغانستان بسیار به نمیفهم چشم سفیدی بگویم یا به پر رویی بگویم تقاضا کرده بود، با وجود که حق مردم افغانستان است، اما یک حکومتی که در فساد غرق باشه نمیتونه با یک حق بجانبی یک قسم تقاضا را بکنه. اما جامعه جهانی هم بسیار به چشم سفیدی هیچ کدام تعهد نکرد، فقط گفت ما با افغانستان میباشیم و افغانستان هستیم، اما او تعهداتی را که توقع میرفت به شکل مبلغیش، یعنی به مبلغ افزایش ندادن، به تشکر و لطف خود مجلس ختم کردن. در این مورد شما چی میگین؟ بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام. اجازه بدین ما هم مراتب تسلیت خود به مناسبت روز عاشورا و به خصوص شهادت دی زیادی از هموطنان ما در کابل، در قندهار، در مزار شریف خدمت شما و بیننده های محترم شما تسلیت عرض کنم. افغانستان ببینید 1001 مشکل ما داریم در افغانستان که خوشبختانه بحث مشکل شیعه و سنی در طول تاریخ در افغانستان وجود نداشته و امروز هم نشان دادن که همه ما چی شیعه و چی سنی قربانی یک دشمن مشترک هستیم به اسم تروریسم و ای که برای ما جای بسیار افتخار داره در افغانستان که یک ملت هستیم که علیرغم تفاوت‌های فقهی که بین تشیع و اهل تصنم وجود داره رو همبستگی خود همیشه ما حفظ کردیم و امروز هم امیدوار هستیم همبستگی حفظ پیدا کند و خدا نکرده او هدفی که دشمنان دارن مبنی بر ایجاد اختلاف، ایجاد تفرقه بین اهل تشیع و اهل تصنم، مطمئن هستم که دشمنان ما به هدف نخواهند رسید.
بس همه ما نیاز داریم که بسیار هوشیار باشیم در این مرحله حساس و بیشتر سعی کنیم به طرف همبستگی و نزدیک شدن به طرف یکدیگر حرکت کنیم. ببین در پاسخ به سوال شما، به کنفرانسی که دیروز در شهر بن آلمان برگزار شد یک کنفرانس نمادین بود. نمادین بودن این کنفرانس به این معنا بود که جامعه جهانی یک بار دیگه تعهد و همبستگی سیاسی خود را نسبت به افغانستان، نسبت به ملت افغانستان دوباره تکرار نمود و با صراحت جامعه جهانی این همبستگی برای مدت زمانی 15 سال دیگه حداقل تکرار کرد. بس از دو لحاظ یک کنفرانس موفقی بود به این معنا که نمایندگان 100 کشور و سازمان بین‌المللی دور هم جمع شدند و همه یک صدا پشتیبانی خود را از ثبات، از امنیت، از رفاه مردم افغانستان اعلام کردن که یک چیز تقریبا میشه گفت کم نظیر هست. بعد از 10 سال هنوز و اجماع، بعد از 10 سال بی‌کفایتی ها هنوز با ما استاد هستن، بعد از 10 سال این همبستگی و ای اجماع بین المللی با ما وجود دارد که این بر ما بسیار جای خوشبختی هست برای مردم افغان، چون اکثر منازعاتی که در جاهای دیگه اتفاق میفتد بعد از 2 سال 3 سال جامعه جهانی علاقمندی خود خور از دست میدهد. خب این همبستگی که دیروز جامعه جهانی اعلام کرد یک همبستگی مشروط بود. یعنی ما صحبت هایی که گفتن امانه که آقای مرادیان در اینجا قابل ذکر است که همبستگی جامعه جهانی به این شکلش تنها زمانی میسر شد که امریکا تعهدات خود در مورد افغانستان دوباره تجدید کرد. اگر تعهدات امریکا نمی بود، جامعه جهانی به این شکل فعلیش، با این همبستگیش گمان نمیکنم که با افغانستان به این شکل استاد بشه. وقتی هست که در نظام بین الملل تنها ابرقدرتی که وجود دارد ایالات متحده آمریکا می باشد و رهبری ایالات متحده آمریکا در اجماع و همبستگی بین المللی نقش کلیدی داشت. خب بس برمیگردیم به مشروط بودن این همبستگی و اینکه تمام صحبت هایی که دیروز مطرح شد از طرف دوستان ما در منطقه، دوستان غربی ما، ژاپن و اینها و اینا در روی یک اصل تاکید داشتن که ما در کنار مردم افغانستان خواهیم بود، اما این مشروط خواهد بود که مردم افغانستان و دولت افغانستان هم سهم و مهزی مشارکت خود خور ایفا نمان، یعنی یک طرفه نخواهد بود، بلکه نیاز دارد که مردم افغانستان، دولت افغانستان هم قدم های بردارن برای عملی کردن و نهادینه کردن تعهدات مشترک. تشکر. آقای شریفی، آقای مرادیان راجع به یک موضوع مهم اشاره کردن، موضوع تعهدات افغانستان و پابندی جامعه جهانی به تعهدات. از اونا مربوط است به این که ما چطور تعهدات خود ایفا بکنیم. 10 سالی که گذشت، این امتحانهایی را که دولت افغانستان و جامعه ما پشت سر گذاشت، چی امکانات را میبینین که با می چند تعهد عمده که جامعه جهانی هر وزیر خارجه در بیانیه خودی را تکرار کرد و بانکی مون هم در این مورد ذکر کرد که موضوع فساد اداری، موضوع اصلاحات ساختارها و موضوع تحرکاتی که در بخش سیاسی در جامعه مدنی و ساختارهای سیاسی مملکت باید رونما شود و پایدار باشد، این موضوعات در تمامش همه همصدا بودند. اما چی تضمین وجود داره که امی دولتی که سبب یک سلسله از مشکلات شده دفعتاً 180 درجه دور بخوره؟ چی امکانات در دولت با وجود آمده، مخصوصا چی اراده سیاسی با وجود آمده که امی تعهد ما بتانیم که عملی بسازیم؟ تشکر و با عرض سلام و با عرض تسلیت بخاطر روز عاشورا و قربانیان حادثه اسفناک امروزه. سوال اساسی هم برای افغان ها و هم برای جامعه بین المللی و در نهایت سوال اساسی در برابر آینده افغانستان هم همین مسئله است: آیا تضمینی وجود داره که دولت افغانستان محتوا را برای کنفرانس بن تهیه کنه؟ اساس گپ همین است. اما خب ظواهر نشان میده که بسیار امیدوار بودن هم مثلا چی هست، خوشبینانه هست، بیش از وقت است. اما یک مسئله هم هست که در جامعه افغانی پتانسیلی که ایجاد شده به حدی هست که اگر ایف که قابلیت زیر برمامیده که اگر استفاده درستی مدیریت مناسب از این صورت بگیره ما را به طرف این میبره که بتانیم در نهایت از
همکاری بین المللی با خود داشته باشیم و مثل بحران امنیتی و در نهایت بحران تروریسم هم به شکل درستش مطرح کنیم. ولی در کل و در نهایت اگر تو فکر کنیم که مثلا ما بون قدم اول بود و ما دو کنفرانس بسیار عمده دیگر در پیش روی داریم، کنفرانس توکیو هست که در اونجا ما ارقام در مورد کمک های بین المللی دست میم و کنفرانس شیکاگو هست که اونجا تعهد نظامی ناتو و جامعه بین المللی با خود در مورد ادامه نبرد با توریسم داشته باشیم. در اینجا است که سوال اصلی مطرح میشه که ظرفیت هایی که در داخل ساختار تصمیم گیری موجود داره آیا قابلیت ای ساختن یک محتوا را، یک پیام و در نهایت یک مفهوم برای خود داشت. ما در جامعه افغانی بسیار میبینم این پتانسیل، اما بدون اصلاحات در داخل دولت در صورتی که سیاست ما همطور مبهم باشه. اصلاحات که میگیم آقای شریفی، اصلاحات فرض میکنیم کمیسیون ها ساخته شود، مثلا مبارزه با فساد چندین ساختار است ما تجربه کردیم، اما اراده سیاسی که نباشه. ما به ساختار ضرورت نداریم، به اراده و به تطبیق قانون ضرورت داریم. این توسط اشخاص صورت میگیره، توسط رهبری سیاسی صورت میگیره، در بسته ها از بیرون آورده شده نمیتونه، از یخچال کشیده شده نمیتونه. این را باید افرادی که در رأس امور است باید این کار را بکنن. این ما را میبره به کنفرانس توکیو. کنفرانس توکیو با گمان اغلب 5 یا 6 ماه بعد صورت خواهد گرفت در بهار، و برای افغانستان حداقل موقع میسر خواهد شد که امی مردم بیچاره که به نامشان کمک باید بیاید، امی دولت حداقل به نام یک دولت حسابده یک چرخش باید بکنه در چند ماه. مگر شما آیا میبینید میتوانه که در چند ماه یک تغییر به ما خوب فکر نمیکنم. من بالای یک سوالی که اکثر مردم در این روزا میکنن در ارتباط به کنفرانس بن هم باز تبصره‌ای صورت گرفت که در پهلوی کنفرانس بن یک راپور نشر شد از طرف بلد، یک نشریه آلمانیست، که او از نقل قول کرده از سازمان استخباراتی آلمان که آقای کرزای کوشش داره برای ادامه قدرت بعد از سال 2014 به یک سلسله مانورهای شروع کرده و میخواد که ساختار دولت تغییر بده و خودش سریعظم شوه، یا آقای قانونی یا آقای عطا یا آقای ایکس یا وای دیگر رو بیاره، به رئیس جمهور رو باز بر رخ مردم افغانستان، بر روی مردم افغانستان به اصطلاح چی بپوشانن، جوال پرتن در روی ما. و در موضوع دیگه که بسیار مهم است که گفتن در یک قصه از نشریه گفتن که فعلا آقای اسدالله خالد وظیفه داده که این مصروفیت به عهده بگیره و برای یا برای این کار و یا برای آقای قیوم کرزی فعالیت شروع شود. ایره شما چی فکر میکنید در جامعه بین المللی اشتها وجود داره که باز آقای کرزی یا دست نشانده شه یا همین کسای دیگه را که یاد کردیم اینا را در رأس قدرت ببینن؟ آنچه که مهم است در جامعه جهانی تداوم پروسه نهادینه شدن دموکراسی در افغانستان میباشد و مرکز محور بودن قانون اساسی افغانستان، و اینکه جامعه جهانی هر عمل و اقدامی که در چارچوب نهادینه شدن دموکراسی و محور قرار گرفتن قانون اساسی افغانستان باشد مورد قبول خواهد بود برای جامعه جهانی، و هر اقدام دیگری که باعث تضعیف روند نهادینه شدن دموکراسی باشه نه در افغانستان خریدار خواهد داشت نه در بیرون از افغانستان. تشکر. آقای شریفی، امکان از این که جامعه جهانی کمک های اقتصادی خوده با در نظرشت مشکلات عدیدی که خودشان به او رو برستن از نگاه اقتصادی و از نگاه سیاسی، فصل انتخابات در چند مملکت عمده کمک دهنده به افغانستان در حالت وقوع است، آلمان، امریکا، بعد از فرانسه و انتخابات پارلمانی امکان داره در بعض مملکت دیگه اروپایی صورت بگیره، این امکان از این که امی تعهدات و امی خواست افغانستان که سالانه 10 میلیارد دلار افغانستان تقاضا کرده، با وجودی که یک رقم بسیار ناچیز است به مقایسه مصرفی که غربیا در افغانستان فعلا میکنن، سالانه فعلا اونا سال 140 میلیارد دلار در افغانستان مصرف میکنن سالانه، 10 میلیارد دلار یک چیز ناچیز است، اما اونا گمان نمیکنم که سخاوتشان ادامه پیدا بکنه اگر ما مشکلات حل نکنیم. اما از نگاه اقتصادی چی فکر میکنین شما؟ تغییر در ارقام کمک های بین المللی یک گپ است که کلگزی خبر دارن، اما ای که
آیا این کمک بر ما میکنن یا نمیکنن ارتباط مستقیم بیاره به ظرفیت جذب ازی و بالاخره نشان دادن حکومت افغانستان که ما قابلیت مصرف مناسب ازی رو داریم؟ تا به حال در بعض پروسه های موضوع موفق بوده، در بعضی ها نه. امروز یک رپورت دیگه نشر شد آقای شریفی به ارتباط صحبت شما که وزارت های اکثر وزارت ها بسیار رقم ضعیف بله. ناچیز بودیجه این یک علامت بد هست و فکر میکنیم که تا حد زیاد کمک دهنده های بین‌المللی را ناامید میسازه. بنابراین من فکر کنم که اشتهای ازید جامعه بین‌المللی وجود خواهد داشت که کمک به افغانستان ادامه بده، ولی به هیچ وجه نه علاقمندی در داخل هست و نه در علاقمندی در بیرون. من مشاهده میکنم که از سیستمی که کار نداد، سیستمی که مؤثر واقع نشد، حمایت ادامه پیدا کنه. این هم در سطح تصمیم گیری هست، هم در سطح حکومت داری هست و در هم در سطح کمک های انکشافی. تشکر. موضوع دیگه که بسیار صحبت میشد در حاشیه کنفرانس بن مندر بعد از این چیزی که پاکستان خود از میگه کاسه از آش کرده داختر، پاکستان شروع کرده به قلمال که بالای خاک ما تجاوز شده، در حالی که ما سالها همی بار کشیدیم. موجودیت عدم موجودیت پاکستان در بن، گرچه از یک نگاه طرف میتونیم ببینیم که پاکستان خود به آشیه میرانه، از طرف دیگه پاکستان خود به خود ثابت ساخت که کنفرانسی که میخواه برای ادامه تایید حاکمیت ملی افغانستان یک شاخص جدید را تعیین بکنه، در این کنفرانس ما اشتراک نمیکنیم. این به ذات خود نشان میده که پاکستان علاقمندی به حاکمیت ملی افغانستان نداره، با وجود که اعلان میکنن که حاکمیت ملی افغانستان امریکایی‌ها و غربی‌ها تحت سوال برده، اما عدم اشتراک پاکستان در این کنفرانس خودش خود به خود عملا نشان داد که اونا برای حاکمیت ملی افغانستان چندان علاقمند نیستند. خب یکی از شاید گفت که دستاوردهای مثبت این کنفرانس عدم شرکت پاکستان بود، به خاطر که پاکستانی‌ها تا هفته قبل این بازی دوگانه خود خورد با موافقت انجام میدادن که در تمام کنفرانس های بین المللی بسیار حرفای شیرین از زبان هیئت های پاکستانی گفته میشد، اما ما متوجه بودیم که در عمل چیز متفاوت معکوس بود و این دفعه برای اولین بار ما نشنیدیم که به اصطلاح دروغ های پاکستان در یک کنفرانس بین المللی. اما از طرف دیگه کنفرانس یک فرصت بسیار مهم بود در اختیار ما و دوستان ما که مسئله روابط افغانستان و پاکستان یک شفافیت به وجود می آورد که متاسفانه بنا به دلایل ما نتوانستیم از این فرصت باز استفاده کنیم و صحبت های ما و اعلامیه که دیروز نشریاف مملو بود باز از صحبت های شیرین و وعده های که بر صورت تاریخ ثابت کرد که بازارهای سرخ و سبز، بازارهای سرخ و سبز و دیپلماسی افغانستان می توانست از این به عنوان یک فرصت استفاده کنه برای که اعتراض و صدای مردم افغانستان به گوش جامعه جهانی برسه. شما شاهد بودین که با حمله‌ای که ایالات متحده آمریکا در پاسخ به تحریکات پاکستان انجام داد که 24 عسکر پاکستانی کشته شدند، عکس العمل پاکستان چگونه بود؟ در صورتی که هر روز ما شاهد ماها بمباردمان توپچی شد و ما متاسفانه به خاطر مشکلاتی که در کابل وجود داشت سکوت اختیار کرده و نتوانستیم صدای مردم افغانستان و اعتراض مردم افغانستان به گوش جامعه جهانی برسیم. هنوز دیر نشده است. امروز بار دیگر بدون شک عملیات تروریستی که در قندهار، در کابل، در مزار شریف اتفاق افتاد بدون هیچ شک و تردید ریشه‌ای از او برمی‌گردد به پاکستان و این مسئولیت اخلاقی و سیاسی حکومت افغانستان است که با این چنین مسائل از این به بعد بی‌تفاوت و باقی نماند و صدای مردم افغانستان از مجاری بین‌المللی تعقیب کند. کسانی که ما شما آشنایی داریم با می طرز برخورد و عملکرد پاکستان در سالهای اخیر، میتونیم اینو برداشت بکنیم که به زعم خود پاکستانی‌ها عدم اشتراکشان در بن اینا خواستن که با او عدم اشتراک خودت نشان بده که ما کدام تعهد در مقابل جامعه جهانی نداریم، در حالی که در اصل اینطور شدن هم میتونه. افغانستان موجودیتش، حاکمیتش و ثباتش توسط جامعه جهانی حالا گارانتی شده، اما این را پاکستان نمیتونه درک بکنه که این گارانتی جامعه بین‌المللی یک موضوع بسیار عمده است، یک موضوع عادی نیست. اما اونا هم به زعم خود انوز فکر میکنن که با عدم اشتراک خود
میخواین که بدون تعهد باقی بانند. یکی موضوع است، اما یک موضوع دیگر هم مشار میتونم. با توجه به انکشافات اخیری که در داخل حکومت پاکستان صورت گرفت، پیامی را که دیگری که در جامعه بین المللی و حداقل ما میتونیم از برداریم است که دستگاه تصمیم گیری پاکستان بنابر تنش که بین نظامی ها و ملکی ها با وجود مرده تا حد ظرفیت اتخاذ یک تصمیم در قبال یک مسئله حساس فعلا نداشته. ما میبینیم دولت ملکی. ملکیش با نظامیان ما یک تنش یک تضاد میبینیم. پیام های متضاد را در طول چند هفته گذشته ما گرفتیم. این خود نشان میده یک تنش بسیار جدی بین نظامیان و ملکی ها وجود دارد. پیام دوم چی هست؟ کلکولیشن یا محاسبه تعداد جنرال‌های پاکستانی در این هست که تا زمانی که مسئله انتخابات آمریکا مشخص نشه، غربی ها جامعه بین المللی نمیتونن یک سیاست بسیار قاطع برابر پاکستان بگیرن و تا اون زمان تا حد امکان از این فرصت بهره برداری کنیم. این به خاطر دموکرات ها یا این که جمن غربی ها و آمریکایی هم مشکل دارن؟ نه، در کل بحران که در غرب است و بالاخره انتخابات های بسیار زیاد که هم در آمریکا در پیش است و هم در اروپا. بله. این محاسبه را در بین پاکستان وجود آورده که یا حداقل در یک مرحله چند ماه آینده قابلیت یک تصمیم رادیکال در قبال پاکستانی ندارن یا نمیگیرن بنابر بحران محاسبه است. بنان تا حد امکان از این باید استفاده کنیم و ما فایده ببریم. ولی خب از جانب دیگه نشون پیامی را که دقیق کل دنیا گرفت، پاکستان تضعیف شده، ظرفیت ادامی حالت برای پاکستان مطلقاً مقدور نیست و بنان این بر ما این موضوع را حیاتی می‌سازد که با تمام قدرت در برابر این تحریکات بیستیم، باختر که می‌فهمیم که در نهایت این پاکستان است که دوباره برمیگرده به سر میز مذاکره و موضوع را می‌پذیره، باختر که پاکستان در انزوا بقا نداره. درست. دلچسپی روسا در کنفرانس بن زیاتر میچرخید بالای از یک بحث دیگه که موجودیت امریکا بعد از 2014 در افغانستان هیچ معنایی نداره، کدام توجیهی نداره و افغانستان باید منیس یک مملکت بی‌طرف در منطقه عرض اندام بکنه. در این مورد شما چی دید میتونید راه بکنید؟ خب این یک موضوع روزها بوده از در چند سال اخیر که در چندین کنفرانس بین‌المللی در صحبت‌های دو جانبه بین افغانستان و روسیه، این در کنفرانس‌های علمی که از طرف روس‌ها برگزار می‌شود یک از موضوعات اساسی بحث بی‌طرفی اعلام کردن افغانستان می‌باشد که آنچه که افغانستان پاسخ داده است به روس‌ها، چه پاسخ رسمی و چه پاسخ آکادمیکی، این هست که کشورهایی که باید بی‌طرف باشن افغانستان نیست. ما قربانی یک سلسله تجاوزات خارجی هستیم. اگر یعنی ما با کدام عمل خود بی‌طرف شویم؟ بی‌طرف شویم. آنچه که مهم است باید پاکستان بی‌طرف شود، نه افغانستان که قربانی حمله و تجاوز و جنگ استخباراتی پاکستان میباشد. بنابراین دوستان روسی ما یک اشتباه کلان دارن که اینها نمیفهمن که اینجی کی باید بی‌طرف باشه. بسیار نقطه مهمه شما تماس بی‌طرف باشه. ما با کسی طرف نداریم. ما میخوایم یک زندگی آرامی داشته باشیم، یک حسن همسایگی با تمام همسایه‌های خوب ما داشته باشیم. ما با کسی مشکل نداریم. اونهایی که با ما مشکل دارن باید بی‌طرف باشن، نه ما که از خاک خود میخوایم دفاع کنیم. ما درست موضوع منطقه را اگر دوباره ادامه بدیم، یکی هندوستان است. چین خاموش مثل همیش زیاد چیز نگفت و ماندار میفهمیم که موجودیت غربی ها در افغانستان برای چین چندان خوشایند نیست، اما باز هم استفاده خود اونا میکنن با اساس برنامه اقتصادی که دارن در منطقه. هندوستان وزیر خارجش یک صحبت دلچسب کرد و گفت که ما تعهدات خود در افغانستان نه تنها ادامه میدیم بلکه تعهدات عمیق‌تر داریم و افغانستان سرزمین امکانات است در آینده منطقه، سرزمین امکانات. این بسیار دلچسب است که از زبان هندی که همیش بسیار آرام پیش میره در مورد افغانستان بسیار برجستگی داد صحبت خود و گفت که افغانستان سرزمین امکانات است و این نشان دهنده تعهدات بسیار درازمدت هند خواهد بود. در این مورد عکس العمل چین و پاکستان یقینا باید در انتظارش باید باشیم. شما در این مورد چیزی گفتنی اگه داشته باشه. در مورد عکس العمل پاکستان، خب فکر کنم که بسیار مشخص است تشدید حملات خاص شده بودیم، یگان حملات دیگر هم در سفارت یگپا و کشتار مردم بیگانه. اگر در حد سطح اتفاق کنیم، در مورد چین خاموش بود، اما یک تفاوت بین مخصوصا بعد از کنفرانس استانبول در روی چین ما مشاهده میکنیم. حداقل در سطح بین المللی ما میبینیم که برای اولین بار بعد از سال 1972
بین چین و آمریکا در سر مسئله تایوان یک مقدار گذشت های دیده میشه که آمریکا از فروش بعض سلاح‌های پیشرفته با تایوان خودداری میکنه و بعدن ما در کنفرانس استانبول میبینیم که دولت چین میگه که افغانستان باید یک کشور مستقل آری از خطر توریسم و به هیچ وجه نباید پایگاه توریسم باشه. از طرف دیگه ما هم میفهمیم که چین رابطه بسیار نزدیکی با پاکستان داره. در اینجا خاموشی چین ممکن تا حد نظر برتباط با پاکستان باشه و صرف دیگه ترس و حراسه که به وجود اومده در منطقه که آیا پاکستان قابلیت برداشت عمیق در مشکل داره. افغانستان به هر حال حمایت جامعه بین‌المللی داره، یک ملت هست که در تاریخ بوده، اما پاکستان امکانات حسن پاشیدگی از این ملت بسیار بیشتر از نظر افغانستان با وجود تمام به اصطلاح مای غرفشه که میکنه به اصطلاح. بنان رابطه چین باید واکنش چین باید منتظر بود و دید، ولی در کل ما شاهد یک تغییر بسیار آرام کم و به اصطلاح مختص دیپلماسی چین است از یک طرف، و از طرف دیگر نگرانی هایی که از تشدید زی بحران در منطقه میباشه که مطلقا منافع چین، آسیای میانه و تمام منطقه را به خطر میندازه میبینیم. بنان ما فکر میکنیم که در دراز مدت باز برد در صورتی که ما همکاری و تعهد خود با جامعه بین‌المللی داشته باشیم و ظرفیت خود بخاطر اداره در داخل ثابت کنیم، ما می‌بینیم که یک تفاوت حتی در موضع چین در قبار مسئله افغانستان شاید خواهد بودیم. باز یک وقفه کوتاه برمیگردیم، با ما باشید. سلام مجدد آقای مرادیان، در مورد منطقه صحبت داشتیم. موضوع ایران مندار واضح است که وقتی که راجع به ایران صحبت میکنیم برداشت از ایران از موجودیت غرب به همه واضح است، اما در این کنفرانس با او شدتی که توقع میرفت ایران موقف نگرفت، باز هم موقف ملایمتر داشت. در این مورد اگر دید خدا من دو هفته قبل در یک نشست در استانبول شرکت کردم که یک نشست تقریبا میشه گفت اگر بی نظیر نه کم نظیر بود، به این معنی که نشست سه جانبه افغانستان، ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران بود که نمایندگان دستگاه دیپلماسی سه کشور به اضافه نمایندگان بعضی از مراکز تحقیقاتی سه کشور دور هم جمع شده بودند برای تبادل نظر و پاسخ به این سوال که آیا امکان همکاری های سه جانبه بین افغانستان، ایران و ایالات متحده آمریکا وجود دارد یا خیر در مورد افغانستان. در مورد افغانستان آنچه که برای ما مهم است که موضع رسمی حکومت افغانستان در سالهای اخیر بود است که ما میخواهیم یک نقطه وصل باشیم بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا، و خوشبختانه دوستان ما در واشنگتن هم قبول کردند به صورت رسمی که نه آماده هستند با جمهوری اسلامی ایران فقط در مورد مسائل افغانستان تبادل نظر داشته باشند، که این به دلیل که هر سه کشور دارای منافع مشترکی می باشند. خب تفاوت های وجود دارد بین ما و جمهوری اسلامی ایران، تفاوت ها و اختلاف های بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، اما در کنار اختلاف ها تفاوت ها ما منافع مشترک هم بین سه کشور وجود دارد و این امیدواری وجود دارد که بعد از کنفرانس بن که از طریق جناب آقای دکتر اسپنتا این موضوع بیشتر پیگیری خواهد شد برای یافتن یک مکانیزم های عملی تبادل نظر و همکاری بین ایران و ایالات متحده آمریکا در مسائل مورد به افغانستان. تشکر. آقای شریفی، با صحبت راجع به عربا موضوع منطقه را ختم میکنیم. در مورد عربا مخصوص یک موقف دارند در مورد افغانستان. عربا در این ده سال اخیر میتونستن همکاری بسیار زیادتر بکنن، اثرگذارتر میتونستن باشن و با روابطی که با طالبان داشتن اونا میتونستن زیاد مؤثر واقع شون در ثبات در افغانستان. در این کنفرانس هم بسیار خاموش بودن. شما چی میگین در این مورد؟ یک موضوع بسیار مهم بر دید عرب کشور عربی سر افغانستان تاثیر انداخته و او نبودن یک تصویر دقیق و یک معلومات کافی در مورد افغانستان است. تصویر افغانستان در ذهن بسیار دولت مردای عرب، او البته او دولت هایی که علاقمند مسئله افغانستان هستند، یک تصویری بسیار کلاسیک. و آیا عربا به افغانستان علاقه دارن؟ به جز ازی که در زمان شوروی در جهاد شامل بودن؟ مقصد ما هم این هست که به او کشورهایی که در مسئله افغانستان شامل بودن، تصویر افغانستان یک تصویری کاملا مبهم و در نهایت
اسلامیزه، اما اسلامیزه که نه بعدش معلوم است و نه عمقش. اما به هر حال فعلا کدام موقف خاصی را ما انتظار نداریم که زبان عرب مشاهده کنه، به خاطر که تمام دید عرب ها در نهایت بعد از مسئله بهار عربی و انکشافات فعلا در خاورمیانه و شمال افریقا رخ میده متوجه از موضوع است. حتی کمک هایی که عرب مثلا در اختیار طالبان و پاکستان قرار میداد، این هم سر از این تاثیر مستقیم گذاشته. در مرحله فعلی ما کدام سیاست و پالیسی خاص را نمیبینم که خود یک فرصت را مساعد میسازه که با توجه به تحولاتی که در منطقه به وجود آمده، افغانستان در اینجا دوباره یک سیاست فعال به خود بگیره و بتواند یک چهره واقعی را از وضعیت در افغانستان و انکشافات در افغانستان، بلکه تهدیدی که از سقوط افغانستان متصور است، این را به جامعه عرب و مسلمان های عرب مشخص بسازه. یعنی مربوط رهبری افغانستان است باز مطلقاً هم افتخار باید از طرف ما باشه. برای اروپایی ها بریم صحبت کنیم. وزیر خارجه انگلیس دلچسب بود، بار اول گفت که عدم اشتراک طالبا در پروسه صلح و یا در کنفرانس، در کنفرانس کنید در پروسه صلح اگر اشتراک هم نداشته باشن، ما امی رای خود تعقیب خواد کردیم. یعنی دفعه اول است که ما زبان انگلیسا میشنوم که زیاد بالای پروسه صلح زیاد پافشاری نمیکنن راجع به صحبت با طالبا، میگن ما باید امی را ادامه بدیم به هر شکل که باشه، به هر جا که میبریم ما پیش بریم تا زمانی که طالبا آماده میشن. یک تغییر نسبتا واضح است که از انگلیسا دیده میشه. ببینید استانزو که معروف است به اولین استراتژیست نظامی در تاریخ که یک چینایی بود، یک فرمول بسیار جالب ارائه کرد برای چگونه بردن و پیروز شدن در جنگ ها. و طبق نقل قولی که از سانزو هست گفت که اگر شما دشمن خود را بشناسید 50% امکان برنده شدن هست، و اگر خود بشناسید باز 50%، و اگر هم خود بشناسید و هم دشمن خود خود بشناسید 100% پیروز خواهید شد، و اگر نه خود بشناسید و نه دشمن خود شما 100% بازنده خواهید بود. پروسه صلح تحت عنوان صلح که یک اصطلاح و یک مقدس است که متاسفانه سوء تعبیر شده است، از این نشأت گرفت که اونهایی که به اصطلاح به صلح علاقه مند بودن نه خود را میشناختن و نه دشمن که عبارت بود طالب ها. و بعد از سالها تلاش و های مستقیم و تلاش های پشت پرده، هم اروپایی ها و هم حلقات در کابل و هم در واشنگتن به این نتیجه رسیدن که او تصوری که ما داریم از خود با او تصوری که طالب ها از ما دارن استکاک های بسیار زیادی وجود داره. پس این روند با شهادت استاد ربانی ختم یافته بود، یعنی چیزی شروع نشده بود، به خاطر که مبتنی بود برای یک شناخت نادرست از خود و شناخت نادرست از دشمن با طالب. پس او پروسه که شروع هم نشده بود بر صورت ختم یافت. انگلیسی ها اعتراف کردن که بر صورت نفهمیدن برای در مورد شناخت از طالب. درست آقای شریفی، برای ازی که بخش دیگه کنفرانس بررسی بکنیم که به حساب افغان ها نقاط منفیش بالاش نقطه بگذاریم، انگوش بگذاریم، فصل انتخابات بحث کردیم در مملکت اروپایی و امریکا، چند فیصد به نظر شما دایر شدن این کنفرانس مال دار 10 سال بود و 10 سال باید تجلیل میشد و یک پا است، اما همی فصل های انتخاباتی ممالک زی دخل در تدویر از این کنفرانس چقدر رول داشت که این کنفرانس بدون محتوا را به این عجله آوردن که حداقل بعد از این که اوباما وعده داده که قوای خود در افغانستان تقلیل بتن و باز این کنفرانس هم باید یک پیام های تبریکی خوانده می شد و یکی دیگه خود باز خوش آمدید می گفتن چک چک کنن یک پا بره چی از آن آمه خودشان، چقدر رول داشت این در کنفرانس؟ اگر مسائل افغانستان در این بحث و گفتمان انتخاباتی آمریکایی ها فعلاً می‌بینیم بسیار کم است. جالبش است که مثلا ما مسئله افغانستان را مثلا یک مسئله بسیار داغ و مطرح احساس نمی‌کنیم. از اینجا می‌بینیمش. از بحث انتخاباتی آمریکا اگه ببینیم در کشور اروپایی تا حد مطرح است، ولی نه به اون حد که ما فکر می‌کنیم، اما با وجودی هم این برای سیاست‌گذاران غربی مشخص است که مسئله افغانستان یک نقطه برد و باخت خود بود. حداقل اگر در سطح عامه مطرح نشده. بنان ارائه یک دستاورد، ارائه یک پیام، مطمئنن خوراک انتخاباتی خوب خواهد بود. اما اگر تو فکر کنیم برای ما چی معنا داره،
بمی افغان های موضوع چی مفهوم داره. نقاط بد کنفرانس مشخص است، محتوایش معلوم نبود، ما پیمان استراتژیک امضا نکرده بودیم، برجلت تنظیم شده، ولی در نهایت کنفرانس میتونه تا حد بر جامعه ما این پیام را برسانه که ما دیگه تنها نمیمانیم. اما تنها ماندن و نماندن ما هم فعلا در این کنفرانس مشخصا ثابت شد که ارتباط مستقیم داره با عمل کرده ما. عمل کرد. تشکر بسیار. حالا بریم بالای موضوعات عمده. خوب جای ختم کردن موضوع را که عمل کرده خود ماست. هر چیزی که جهان بکنه، هر قسم کنفرانس ها دایر شوه، هر قدر سیمینار ها بتیم، هر قدر تعهدات اونا بتن و ما بتیم، چند چیز مهم است در افغانستان که ما این تعهدات و این کمک ها و این امکانات و این وعده ها را به چی چیزای قابل لمس میتونیم تبدیل بکنیم تا مردم افغانستان واقعا در 10 سال آینده بتونن مستفید شون از یک چیزه. در این 10 سال درست است بعضی تغییراتی که آمد، اما انرژی و مومنتم و اما جهشی که به وجود آمده بود یک سال تغییرات آورد، اما بعد از این کافی نیست. ما باید خود ما در رأس تغییرات قرار بگیریم، با تعهد سیاسی، با اراده سیاسی، با رهبری سالم این کارا رو بکنیم. من میخوام شما چند چیز عمده را برچینین که اقداماتی که باید صورت بگیره به طور خلاصه، 3 موضوع مهم شما و بعد به آقای شریفی هم میریم که چه اقدامات عمده، 3 اقدام عمده که دولت افغانستان بکنه که بتانیم این را قبل لمس بسازیم. ببینید، این تنها وظیفه دولت افغانستان نیست، یک وظیفه تمام مردم افغانستان، طبقه سیاسی افغانستان و دولت افغانستان میباشد. خب در پاسخ به سوال شما که باید 3 چیز مشخص نام گرفته شود، اجازه بدین شروع کنین از مردم. بله. مردم، فرهنگ افغانستان فرهنگ مسئولیت گریز است. که ما وقتی میتونیم کشور خود را از این وضع موجود نجات بدیم که فرهنگ افغانستان یک فرهنگ مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی بشود. و تا زمانی که مردم عادی افغانستان منفعلانه نسبت به قضایا نگاه کنند و تقریبا بشود گفت که مصرف کننده هستند تا تولید کننده مفاهیم، وضعیت تغییر نخواهد. پس قدم اول و مهمترین قدم نهادینه شدن فرهنگ مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی از قریات ما، ولسوالی ها، ولایات و مرکز بباشد. وظیفه دوم عبارت از طبقه اجتماعی سیاسی افغانستان یا الیت سیاسی افغانستان. الیت سیاسی افغانستان دارای شکاف‌های بسیار فراوانی میباشد و ما نیاز الیت سیاسی داریم. خب فعالان سیاسی فعالان سیاسی یا طبقه سیاسی افغانستان یک طبقه یک دست هستند روی مسائل کلان مثل جایگاه دین در دولت، مسائل تاریخی بین ما طبقه سیاسی افغانستان شکاف‌های زیادی وجود دارد. پس ما نیاز به یک اجماع ملی، به یک گفتمان ملی بین الافغانی بین طبقه سیاسی افغانستان داریم که ما در مورد هویت سیاسی و ملی و فرهنگی و دینی افغانستان به یک تفاهم نظر نسبی بین فعالان سیاسی برسیم. و وظیفه سوم عبارت از دولت افغانستان. دولت افغانستان با 3 مشکل وجود دارد. یک مشکل ساختاری هست. قانون اساسی افغانستان پاسخته بعضی از واقعیت‌های موجود افغانستان نمی باشد. پس نیاز هست به یک سلسله تغییرات ساختاری در بعضی از قوانین ما از جمله قانون اساسی ما. شما میخواین این را به آقای کرزی و دیگران نقل بتن قانون تغییر بتن؟ به از آوازه است که میخواین قانون تغییر بتن؟ خب نبینید این بسیار دلچسب آوازه هم است، باشین که شریک بسازیم با بیننده، شاید خوششان به ایگر خنده خواد کدن حداقل. همین راپور استخباراتی که از آلمان برامده گفته که آقای کرزی در صدد تغییر قانون اساسی است که به همراه آقای قانونی و آقای عطا و نمیفهم آقای فهیم و نمیفهم فلانی کیو کیو کی صحبت کرده که کلشان گپ داده که یکتون رئیس جمهور باشین من سریعظمتون باز جور میایین دیگه باز بخیر. خب قانون اساسی رو تغییر بدن اگه تو تغییر باشه باز چی میگه؟ نه نه اینجوری مالی مسئله که مسئله متفاوت است. ببینین به صورت میانگین تمام قوانین اساسی جهان هر 10 سال نیاز به تغییر دارند. در ایالات متحده آمریکا اصطلاح اما آیا شما فکر میکنید که در این ریسک که افغانستان این ریسک گرفته میتونه در این وقت؟
در این حالت، در این لیتر که شما نام میبرین، یا میتونه این کار رو بکنه؟ برای او تغییر باید یک تغییر تخصصی باشد، یک تغییر که باید واقعا مشخص شود که کجا مشکل وجود دارد، و این برای حل مشکلات ملی ای قانون تغییر کنند، نه برای مشکلات فردی اینا. پس اینجا بحث بعض نیاز هست به بعضی تغییرات ساختاری، و از همه مهمتر بحث نهادینه شدن فرهنگ قانون پذیری هست. اجازه بدین یک آمار تلخ من با شما و بیننده‌های محترم شما شریک بسازم. 2/3 از مامورین ارشد دولتی افغانستان دارای یک نوع جرم قانونی می باشند. 2/3 2/3 ای ما شما خیلی فرشته هاستیم دیگه. برصد خدا معلوم است محکمه. 2/3 و ای از یک منبع مستقل و معتبری هست که 2/3 به نحو یا در بحث مافیای زمین هستند، مافیای قراردادها هستند، روابطی که اینا با حلقات استخباراتی دارند و مسائلی که در گذشته اتفاق افتاده. پس شما باید دولتی که 2/3 از مقامات ارشد از او مشکل دوسیه داشته باشند در جاهای مختلف، شما با چنین دولت حداقل مشکلات نمیتونه رفع کنین، چی برسد به مشکلاتی که مردم افغانستان با مواجه. پس امیدوار هستم که بعد از بازگشت جناب آقای رئیس جمهور به کابل یک واقعا یک تلاش جدی صورت بگیره برای پاکسازی 2/3 دولت. 2/3 اینا زیاد هنوز از لحاظ عددی 200-300 نفر هستند و جایگزین پیدا کردن جایگزین برای 2/3 25 وزیر خواهد بود و یک 40 معین خواهد بود و یک 30 والی خواهد بود. بر صورت وضعی یک مهم است که ما و پیام صریح جامعه جهانی هم همین بود که جامعه جهانی نمیتواند با یک سیستمی کار کنند که 2/3 از مامورین ارشد نظام غرق و در یک مشکل هستند. آقای شریفی، به ادامه این صحبت، چند نقطه عمده که به نظر شما برجسته میاد که باید دولت افغانستان آنن و به دست به اقدام شود تا برای از این که در توکیو ما بتانیم واقعا تعهدات قابل لمس به دست بیاریم، چی باید کرد؟ خب توکیو خب بسیار زود است، باشم امیدوار باشیم که حداقل تا سال 2014 اگر بتانیم. اما دهه که در پیش است هم دهه انتقال یا ترانزیشن است، هم دهه ترانسفورمیشن یا تغییر و تحول هم نامگذاری شده. بنان در تایید، در کنار تایید مسائل که دکتر سمرادیان ذکر کردن، اگر سه موضوعی را که بسیار پرکتیکال است آدم بگه دمی چند سال که دارین پیش است، در قدم اول، البته فکری من شخصی است، ممکن دیگر آبش موافق نباشن، در قدم اول حداقل به خاطر پایین دادن و ابهامی که در سیاست ما وجود دارد، هم در بود داخلی هم در بود منطقیش، ایجاد یک اجماع سیاسی بین فعالین سیاسی، حداقل در بین چند موضوع خاص که دو میتونه مسئله تروریسم مطرح باشه، رابطه منطقی مطرح باشه، و تا حدی هم توازن در تصمیم گیری در قدم اول، یعنی یک اجماع بین فعالین سیاسی با اگر نخبگان نداشته باشیم. دوم، آغاز یا ایجاد یک اراده، یا اگر فکر کنیم که اراده در حال ایجاد شدن است، آغاز یک اصلاحات تشکیلاتی به حدی که مخصوصا در ساختار تصمیم گیری که چی در مرکز، چی در رابطه مرکز با ولایت، که قابلیت ارائه خدمات ها یا حداقل تصور ارائه خدمات ها بین کابل و ولایت و بر خود کابل با وجود بیاره. و در مرحله سوم که فکر کنم بسیار حیاتی است، یک ایجاد هماهنگی با متحدان بین المللی ما و متحدان منطقه ما به خاطر تمویل این پروگرام ها، و در نهایت هم و هم تقویق قوای مسلح افغانستان، به خاطر که در طول چند سال گذشته ما پیام های بسیار زد و نقیص، فراز و نشیب در رابطه ما با متحدان بین المللی دیدیم. ایجاد یک هماهنگی هم در سطح کاری هم در سطح ساختاری، اگر سطح و مطمئنا سطح تصمیم گیری به خاطر تمویل تجهیز سی امی پروگرام ها و در نهایت تقویق نهادهای حکومتی ما. درست آقای مرادیان، در مواردی که صحبت شد در برای آوردن تغییر از طرف دولت افغانستان و مامدار سهم مردم با سر صحبت خود کردیم، کدام تغییرات اساسی ترین باید باشه؟ اول به اساس مامدار اراده سیاسی باید وجود داشته باشه، اما شما اگر مشاور رئیس جمهور باشین
و برش بگوین. اگرچه مشاور زیاد داره نام خود 80 90 نفر است، مگر نمیفهم گپای شما میشنوه. یعنی اگر شما را گپتان بشنوه، عمدترین اقدامی که بر رئیس جمهور در این مقطع ماموریتش حیاتی شمرده میشه برای افغانستان و هم برای از اینکه خودش یک خاطره خوبی در تاریخ افغانستان از خود گذاشته باشه، چی خواهد بود به نظر؟ خب یک چیزی هست که در افغانستان اولین مشورتی که پدر کلانه ها و پدرها و بچه ها میکنن که شما دوست خوب انتخاب کنه. دوست خوب انتخاب کنه. اگه یاد نداشته باشه باز چطور میشه؟ خب اولین مشورتی که یاد ما هست و بروی جنگ پدر کلانش رو برای شما گفت دوست خوب انتخاب کنه. و این دوست خوب از کجا شروع میشود؟ از همکارای نزدیک شما. حال دوستای خوب رئیس جمهور خود آقای اسپنتاست، آقای ارسلاست، آقای نمیفهم کیس و کیس و یک آدم خوب هستن. خب یک نقل قول از انشتن خدمت شما شد. بحث توازن صحبت گفت که یک راه ایجاد توازنی هست که شما دست خود خود داخل تنور بگذارند که 100 درجه گرم است و پای خود خود در داخل یخچال بگذارند. این شما می شود که یک توازن ایجاد کرد. اما نتیجه از این هست که هم دست شما خواهد سوخت و هم یخ می زند. پس درست است که بعضی مسئله تندور برای آقای کرزایی کس و یخچال کرد. خب اجازه بدین خود بیننده های شما تصمیم میگن. پس این مهم است در انتخاب دوست، ما دوستای ما ارزشی باشن و این تضادهای شدیدی که بین مؤتلفین و همکاران سیاسی جناب آقای شما هستن باید از این نقل قول انشتن استفاده شود. پس برمیگردیم بحث انتخاب دوست که عبارت از انتخاب همکارای خوب هست و در سطح منطقه‌ای باید ما دوستای داشته باشیم که خیر صلاح ما رو می‌خوان و در دست سطح جهانی هم باز مهم است که ما دوستای داشته باشیم که خیر صلاح افغانستان. پس انتخاب دوست خوب اولین مشورت ما به جناب آقای رئیس جمهور خواهد بود. بالای من این سوال اخیر بالای مردم یک کمی که مکس طولانی‌تر بکنیم که در این تمام معادلات مردم افغانستان نه خودشان بسیج شدن و نه حرکت به وجود آمده که اینا را به طرف یک مسیر واحد ملی سمت بتن و مخصوصا در عدم فضای عدم اعتماد که فعلا وجود داره و مردم ملامت کرده نمیتونیم، اما مردم با کلی به مسئولیت هم نمیتونه شمرده شود. در این مورد چی باید کرد که مردم یک کمک به تحرک سیاسی علاقمندی پیدا بکنن تا بتونن دولت و دیگرها را حساب ده پیش خود بدانن؟ اگر تو فکر کنیم که مسئله ماهی که میگن از سر چی میشه، ایجاد تحرک بین مردم وابسته است به ایجاد امید بین مردم. بله. امید به آینده، امید به زندگیشان، امید به فرزندانشان و امید کی به وجود میاره. من فکر کنم که این زمان هست که مسئولین ما یا تصمیم گیرندگان ما همین مسئله در نظر داشته باشند که مهمترین چیزی که ما را زنده نگاه کرده در طول مقدر تاریخ با امید بوده و امید زنده نگاه کردن با آینده ما و ما پتانسیل ازیره داریم که امید داشته باشیم. اما در مورد ازی که مردم بسیج شوند، بسیج در بین توده ها در بین مردم دیده میشه. بسیار یک ارقام کوچک اگر براتون بگم، اگر وبسایت وزارت عدلیه را ما ببینیم در طول مثلا چند ماه گذشته 1706 نهاد اجتماعی ثبت نام کردن، تأسیس شده و ما میفهمیم که دستوری قانونی ها فند گرفتن نمیتونن، اما چیزی که نشون میده برای ما است که تا حد در حد محل هر مردم با هم یک جای میشن، صحبت میکنن، مطبوعات آزاد داریم. بدان استفاده بسیج این پتانسیل فکر کنم یک امر حیاتی برای ما خواهد بود. آیا این نهادها که ساخته شده هدف همشان تحرک مثبت است یا اینکه امتیازگیری است؟ من فکر میکنم که تحرک مثبت امتیازگیری ارتباط به این میگیره که هدف ما در نهایت چی هست و هدف ما که چی هست امید برای ما تعیین میکنه. سیستم ما، جامعه ما به طرف روان است که با وجود تمام ناامیدی ها و شکست ها و ریخت ها پتانسیل ها را هم در خود پرورش را طول 10 سال گذشته. بنان ما ظرفیت در بین مردم افغانستان میبینم که بسیج شوند، اما بر خاطر بسیج اعتماد در رتس و امید. این حال اعتماد و امید که میگنه، اعتماد و امید با هم ارتباط داره و به یک رهبری با کفایت سیاسی در سطوح مختلف، ما تنها دولت نه، در سطوح مختلف اجتماعی مهمترین حرکت در کجا میتونه مؤثرترین باشه؟ در سطوح پایان، در قرا و قصبات، یا ای که
از ریاست جمهوری باید شروع شود. خب مسئله است اون دار همزمان بودن بسیار خوب است، اما از یک جای باید شروع شود. تجربه 10 سال گذشته برای ما نشان داد که تنها اتکا کردن به اینکه از پایین به طرف بالا بریم نتیجه بسیار زیادی بر ما نداده. بران طرف ما فکر میکنم که اگر از بالا شروع شود، به خاطر که ما همیشه این تاریخ ثابت کرده که رهبریت بسیار اهمیت داره به افغانستان، و این هم تاریخ ثابت کرده در افغانستان هیچ کس رهبری را به ارث نمیبره بلکه کمایی میکنه. بالکل بلان این زمانش است برادرم. استاد تشکر استشی فاوریتن. تشکر بینندای عزیز. افغانستان کنفرانس زده ترین مملکت جهان خواهد بود در 10 سال اخیر. یقینا چالش ها زیاد است، همچنان امکانات هم بسیار عمده و وسیع. اما چی باید کرد؟ هم در سطح بین المللی، هم در سطح منطقه، در سطح دولت افغانستان و در سطح جامعه، در همه سطوح کارهای زیاده در پیش رو داریم. در همه سطوح مسئولیت ها باید تقسیم شوه، در همه سطوح باید مسیر معین شوه و روشن شوه. در رأس تمام از این موضوعات رهبری سالم سیاسی و یک رهبری برازنده و عمده ملی که در رأس دولت افغانستان باید این تحرک به وجود بیاره ضروری است. دولت افغانستان در رهبری فعلی خود فقط 2 سال وقت داره که این برازندگی را احیا بکنه. اما مردم افغانستان بر نسل‌های آینده خود و به خود مسئولیت‌هایی داره که میتونه بعد از 2 سال هم پیش بین باشیم، با تحرک سیاسی، با سهمگیری و با مسئولیت پذیری بتونیم مسیر آینده خود و اولادها و نسل‌های آینده خود تعیین بکنیم. تا اشتراک مردم به شکل مسئولیت پذیرش میسر نشود، گمان نمی‌کنم که هیچ دولتی بتونه به مسیری که مردم می‌خواد حرکت بکنه آماده حرکت باشه. به او خاطر با امید که مردم افغانستان رشته امور را در دست بگیره. تا برنامه آینده و روز آینده، خدا نگهدار.